درود بر شما، خیلی شادمانم که دوباره تونستم برنامه جدیدی رو با حضور دوستان خوبم آقای دکتر عطایی و آقای عزیزی کوتنایی و مهمان بسیار گرامی که امروز خواهیم داشت، آقای فریبرز فرهنگ مهر، که با صدای زیباشون و ساز خوش آواشون مهمانشون خواهیم بود که قطعاتی رو برای ما بخوانند و بنوازند. من منتظرم که دوستان تشریف بیارن. فکر میکنم که بله، هم آقای و هم آقای عزیزی کوتنهی رو من دیدم. منتظرم که آقای فریبرز گرامی هم به ما بپیوندند که آقای شروع بخواهیم. سهل جان درود بر شما. سلام، درود بر شما. من یه بار لایو رو قطع کردم، دوباره جمع کردم، دوباره بس شدم که بگم درود. درود بر شما جناب عزیزی. دکتر جان درود بر شما، خسته نباشین. سلام عرض ادب خدمت شما اساتید عزیز. صدای من بدون اکو و بدون پارازیت هست یا هنس فری دارم؟ هنوز که خوبه. فکر میکنم همون هنسفیری کار رو خراب میکنه. من هم هنسفیری رو جدا کردم. بار از توی یه تیمایی میاد که ازم به حضور شما که باید این شکل دارم. فعلا که خوبه. من منتظر آقای فریبرز گرامی هم هستم. هر زمانی که تشریف بیارن من ببینم، من ایشون دعوت بکنم که تشریف بیارم بالا و صدای زیبای ایشون رو هم ما بشنویم. مشتاق دیدار بودین آقای کوتنهای عزیز، همینطور آقای قاسمی. خیلی بیشتر دکتر جان. ما غزل 452، من سروده ای رو که در باره بحر وافر نویسیدیم کندم و برای من خیلی سخت بود. یعنی من همون مفایلون جا کرده بودم این غزل رو و جا و وقت در مسانی و مسانی رو. حالا این دفعه تعیین می‌کنم هم شما فرمودید توی بحر وافر بخونم، امیدوارم که موفق بشم. و دو هفته است که ما اجرای شما رو نمی‌شنیم آقای دکتر عطایی. کاش اگر حوصله دارید امروز شما بخونید، من از شما بیاموزم. چه سرم میخواد خلوت بشه. من قبل از اینکه شروع بشه برنامه‌مون، جلسه قبل یک بیتی بود، ربی العمر فی مقاه ما کن حماک الله یا عهد تلاقی. اینجا یادم رفت بگم که صائب این بیت رو داره ترجمه کرده به فارسی. بهار عمر ملاقات دوستداران است. دقیقا همین ربیع العمر فی مقاه ما کن، یعنی در کنار دوستان بودن بهار عمر. بهار عمر ملاقات دوستداران است. همون غزلی که قبل دو هفته پیش خوندیم سلیمان. نه نه، مطلع غزل حضرت صاحب رو خدمتتون عرض کردم. نمیدونم، یادم نیست. یه بیتی بود یادم بود که بهار عمر ملاقات دوستداران است، چه حظ برد خضر از عمر جاودان تنها. بیتش اینه: بهار عمر ملاقات دوستداران است، چه حظ برد خضر از عمر جاودان تنها. آفرین، بسیار خوب. درباره امور اتفاقی هم من هفته پیش سوال کردم از مادرم. حالا در حال به معنی ناگهان یا به معنی رخداد هم توی دفتر پیدا کردم. حالا به هر حال من بخونم غزل رو یا خیلی دوست دارم و ترجیح میدم آقای دکتر عطایی شما بخونید غزل رو. ابتدا غزل 455 رو باید بخونید، درسته؟ عمر بزنش. بله، این کار رو بکنیم بهتره، چون هر بار به آخر جلسه میرسه و این غزل مخصول میمونه. خب اول هم غزل اون بگذشت و بی حاصلی و بلبل هوسی رو بخونیم، بعد بریم سراغه. یا یه پیشنهادی دارم، چند بیتی رو من دیدم حقیقتش توی همین غزلای حافظ که از قلم افتاده. ما این غزل رو سلام الله ما کر اللیالی رو بخونیم یا توی این برنامه یا توی برنامه دیگه، تا
تک بیت های عربی رو دربارش صحبت بکنیم، چون اون بگذشت بی حاصلی و بلحوثی خودش اینقدر غزل شیرینیه که بحث غرق صحبت همون قسمت های فارسیش میشیم و کلمه هاش بازم به غزل چیز نمیرسیم، مگر اینکه بگیم تک بیت ها رو فقط در قالب تک بیت بررسی کنیم و اشاره کنیم که مثلا این غزل فلان بوده، مطلع غزل فلان بوده. نظرتون چیه؟ حتی این فکر خوبیه، من تا خود من هدف من از خوندن غزل حافظ صرفا عربی بیت های عربیش نیست، در واقع بیت های عربی محور و بهانه برای خوندن کل غزل، یعنی اون یه غزل یک مثل عربی باشه من پیش از جلسه کل غزل رو مطالعه میکنم، به ایهامای بیتش فکر میکنم، رابطه کلمات فکر میکنم، بعد میام جلسه اون فقط به اون مثل ها و جملات عربیش تکیه نمیکنم و محور قرار نمیدم، اونا فقط میگم بهانه است و اگه هم میدم باز تمام بشه باز بهانه داریم برای خوندن غزل های حافظ، حالا هر دفعه یک دلیل و یه محور قرار دادن یک مطلبی، ولی اگه بخواد صرفا خوندن شعر عربی باشه هم میتونیم از شاعران عربی بخونیم، همین که سعدی ما هم زیاد شعر هم منمه هم مثلثات هم شعر خالص عربی داره، میتونیم بعد از حافظ بریم سراغ سعدی و از غزلیات عربی یا ملمعات سعدی هم بخونیم و لذت ببریم. حالا باز به حرف شما. پس من غزل عمر بگذشت به بی حاصلی و بی هوسی رو با اجازهتون بخونم که بعد برسیم به این غزل. من به جناب فریبرز فرهنگمهر سلام عرض میکنم، درود میگم و یه دعوت برای ایشون هم بفرستیم که اگر افتخار دادن و بپذیرم ممنون شما باشم. درود بر شما. درود بر شما فریبرز جان، خیلی خوش آمد. بندم شما هنرمند گرامی، من دیدم که استوری آقای عزیز آقای قاسمی را که در مورد شما، خیلی خوشحالم در خدمت من. بنده هم درود ارادتی بسیار دارم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون و خوشحالم که در خدمت. خیلی خوشحالم منم شما رو میبینم و استوری که مجدد فرستادید که توی چیز ساعت چهار جمعه آدینه کرده بودید و خیلی جالب یاد گرفتم و امیدوارم که میشد آدینه بنویسم به جای جمعه و ساعت چهار عصر. خیلی خوشحالم ما بدون هیچ گفتگویی اول سکوت کنیم و صدای زیبای شما رو و صدای زیبای شما رو بشنویم تا بعدش وارد غزل بشیم. ابتدا میکنم. خواهش میکنم. با اجازه همه سر Thank you.
تربت حافظ بنشستم غمناک، یک عالم خفته دیدم در خاک. ای روح بزرگ ابدی، ای حافظ، اینک مددی به ما فرست از افلاک. ندهم دل خود به کسی، نکنم پس از این عوضی که درد من بکارد، اگر خدا بخواهد. سر هوای تو به در کنم، سکوی تو دگر سفر کنم، دگر فری به دل نمی خورم، زرنج عاشقی حذر کنم که درد من به کام کند، اگر خدا شبیب تربت حافظ ببردم از تو شکایت، ز روی صدق و ارادت بگفتم از تو حکایت، مراد من که تو باز هم شوی، ز بند خود پرستی رها شوی، حذر کنی ز هر بد اگر خدا بخواهد. اگر که آتش آب من زمانی افروزد، وجود بگنهت را به یک شرر سوزد، اگر که آتش آب من زمانی افروزد، وجود پرگانت را به یک شرر سوزد، برم سرم که دل خود به دست من نسپارد، اگر دو روزه دنیا به کام دل بسرارد که درد من به کام، اگر خدا بخواهد. برام سرم که دل خود به دست
من نسپارم مگر دو روزه دنیا به کام دل سرارم که در من به کام اگر خدا بخواد. علی جان خیلی سپاسگزارم. سگا خیلی غمگینه ولی امیدوارم که وسط برنامه اصفهان هم برای ما شاخ کنی که وقت وقت اصفهانه. حتما یک معرفی یه وزی کار داشته باشم. من واقعیت اینه که دیشب که استوریو شما رو دیدم آقای قاسمی، یه دفعه یاد این آهنگ افتادم. این آهنگ و شعر هر دو از استاد علی تجویدیه. البته دو بیت آغازین که میگه بر تربت حافظ بنشستم غمناک، یک عالم عشق خفته دیدم در خواب، ای روح بزرگ ابدی ای حافظ اینک مددی به ما فرست از اخلاق. این دو بیت از استاد هدایت الله نیر سیناست و باقی ترانه از خود استاد تجویدی که آهنگساز این کارم بوده و خانم دلکش این آهنگ رو خوانندگیش رو بر عهده داشتن. من بیش از این سرتون در نمیارم و شنونده خواهم بود. لذت بردم جناب استاد، خیلی زیبا بود همیشه و هم آهنگ. ولی غمگین بود دیگه، غمگین بود. من منتظر آهنگ شادم میشینم. البته من امروز پیشنهادم به فریبو جان این بود که وقت وقت اصفهان خیلی جهانی و شادتر گفت یه داستانی هست که خیلی مرتبط بود. من تقدرم خوب احتمالاً دوستان خوشحال میشن که برنامه استاد تجویدی ما جاشون رو دیدیم و هم که این آقایش خیلی سپاسگزارم از همین. من یه هم خیلی خوشحال کرد علارغم تم محزونی که داشت. من میتونم ازتون خواهش کنم الان که دوستان هم توی حال و هوای موسیقی هستن یک قطعه دیگر هم برای ما اجرا بکنید، یا اگر هر جوری که سمجد. من خوشحال میشم الان که هم طرفداران و دوستان شما اومدن وارد لایو شدن، هم ما خودمون خیلی لذت بردیم. اگر یک اجرای دیگه هم از شما بشنویم پشت سر همین اجرا که خیلی خوب میشه. خواهش میکنم. البته این مقدمه رو هم بگم که بحث در مورد غم و شادی میونه بنده و آقای عزیزی یه مقداری سابقه داره و عرض به خدمت شما که این که حالا بتونیم تعریف مشخصی از غم و شادی موسیقی بدیم، امیدوارم یه چیزی که اجرا میکنم به هر روی یک تفاهمی در بله یک تفاهمی در مفهوم شادیش داشته باشه. Thank you.
سوز دل من باوه با تو راز نهان میگم دارم شوره به جان با این سوز نهان میگم با از عمر گذران دیدم رنج و بیان میخوندم یک چون ساز ترم با خود در دل شب میخوانم یک چون نیزده کن بردم با هجمان میخوندم بین جهان خنده سرم تا برم حاصل از زندگانی من و از این دور فلک راحت و شادی جا بداری زاسمان شکر مکن آسمان کین ما کس ندارم یا که از ساز ترم بشنوی نغمه جاودانی دارم شوره به جان با این سوز نهان میخندم از غم رای جهان میرم رنج و به آن میخندم یک چون ساز ترم با خود در دلشون میخوانم از غم رای جهان میرم رنج و به آن میخندم شناسهشون توی هنر موسیقی مثل شناسه دکتر عطایی در ادبیات مسلط الهان مقامها دستانها موسیقی ایرانی شعر ایرانی و ضمناً عاشق مدرنیسم و نوآوری من مطمئنم که فریبرز خان ساز ویولون هم مینوازه نونگری در ادبیات دارم من بارها هاشون بحث هم نکنم موسیقی ما خیلی مقبول دکتر جان مثل ادبیات ما همیشه به دوستانم میگم آقا غم درست به قول آقای فریبرزخان انتزاعیه اما برجهت ما خیلی باید بازنگری بکنیم موسیقی کودکان ما موسیقی های غمناک و آهنگ ها و ترانه غمناک رو دست بچه ها میدن اصلا در حقیقت دلاز فکری سمه باز نگیه در موسیقی ما به لحاظ فقط ساختار سازی نیست منظورم اینه که در مایه شادی در هم نگاه هم ما میتونیم به غم غمسور باشیم به چار که بهش نیاز داریم که خیلی شاد باشیم و خیلی موسیقی شاد در نظر بگیریم این اصفهان هم با ما خیلی هست میده زنده باشیم خیلی لذت بردم خیلی پسندیدم یعنی خیلی حال منم خوش کرد حال جمع رو هم امیدوارم که همه دوستانم من راحت بود باز صاحب اختیار خودتون این آقای فریبرز فرهنگمهر هر موقعی که اراده کردید حالا آقای عزیزی لو داد که ویالون هم شما می نوازید داره ما هم مثل آدم های مثل من خودم شخصی مثل بچه برو هر موقع حسش بود و فضاش بود اگر ما نواختن ساز و ویالون شما رو هم ببینیم و لذت رو بریم چه توی این برنامه چه تو خلال برنامه چه همین الان چه هر زمانی که به فهمید با خیلی خوشحال میشیم و حتی خیلی خوشحالم باعث افتخار منی که با شما آشنا شدم خواهش میکنم برای بنده هم بسیار پایه افتخار و نمادت بود که در خدمت شما بودم و هستم
و عرض خدمتتون که میآموزم ازتون رو بهره میبرم و مشتاقم که گفتگوی جذاب و پرمغز شما باشه. محبت دارید. بنده هم استفاده کردم استاد، خیلی لذت بردم. بله آقای عزیزی، همینطوریه در موسیقی سنتی ما، مثلا در موسیقی شرقی این خاصیت هست که شادی و غم انقدر با هم دیگه تنیده شدن که اصلا قابل تفکیک نیستن. شما وقتی از یه موسیقی که به ظاهر غمناکه لذت میبرید، از همون غمش هم لذت داری میبرید. مضمون شاعرانش هم خیلی در شعر فارسی ما هست دیگه. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کیم غم از اوست. اندوه و شادی تنیده به هم هستن در عرفان ما، در تفکر ما، در فرهنگ ما. من خاطر اصلا در همین حتی در شوهای الان ترکیه شما نگاه کنید، طرف داره میرقصه، همون ترکیه که حالا نسبت ما قلب زده تره دیگه، داره طرف میرقصه ولی آهنگی که میخونه، محتوای آهنگ کاملا غمگینه، کاملا در مورد مرگ و نمیدونم من بی تو میمیرم، من مردم، از این محتوای خیلی اندوناک و منتها در قالب موسیقی خیلی شاد و همینطور برعکس همه جورش هست. و این ریشه در باز همون در فرهنگ شرقی داره. شما الان فیلم های هندوستان رو میبینید، فیلم داره پخش میشه بعد یه وسطش موسیقی هست، فیلمی که کاملا غمگینه ولی یه وسطش رقص و شادی هست. اون رقص شادی هم باز ترکیبی هست از غم و شادیه. یا در متون ما، متون نثر ما میبینید که وسط شعر میاد، همون این شعرها همون آهنگا و رقصهایی هستن که در متن فیلم هست. فیلم ها شما نثر در نظر بگیرید، متن گلستان در نظر بگیرید، متن کلودم در نظر بگیرید، اون بیتایی که وسطش میاد همون آهنگهای ما هستن که در واقع یه جوری تجلی اون واقعیاتی هستش که در دربار مثلا شما یا در مجالسی که طرف داره داستان داره روایت میکنه، ساز هم دستشه. در وسط روایت داستان که به شکل غیر شعریه، شعر میگه یه باز ساز میزنه حرفاشو میگه. و این در متونی که ما داریم و به شکل منصوره ولی وسطش یه شعر میشه، تیکای شعر میاد، مثل کلودن، مثل گلستان، اینطوری نمود پیدا میکنه. البته دکتر جان، من هم با اندیشه شما هم اندیشه دارم، بحثیه که ربطی به اینجا نداره، میشه مبحث مهمی باشه. این که ما موسیقی ما، من نمیدونم حالا شما منظورتون موسیقی سنتی، احتمالا کلیت موسیقی ما بوده، این واژه موسیقی سنتی رو کی اومده اختصاص داده به یک سری از سازهایی که خودشون بودن، حالا به ویژه بعد از انقلاب. ما ساختار سازمانی موسیقی ما اینقدر غمگین و اینقدر تک‌نوازی درش نبوده، ما بیشتر پیشینه موسیقی ما گروه نوازی بوده، طبیعتا گروه ها ایجاد ارتباط عجیب. مبحث مهمیه، من هم‌اندیشی دارم با شما، ولی به لحاظ اتفاقات تاریخی موسیقی ما خیلی مرموم شده. ما داشتیم به یک مراحل بالا میرسیم، انقلاب دوباره ما رو عقب انداخت. الان موسیقی یونانی ها رو ما زیاد نمیشناسیم، ترک ها رو میشناسیم، میگی چه موسیقیه؟ خب من 30 سال 40 سال گوش کردم، وقتی اومدم در استرالیا موسیقی یونانی رو که گوش کردم فکر کردم اینا دارن کپی برداری میکنن، در حالی که ترک ها خیلی توانمندن. موسیقی ترک الان دقیقا یک آمیزه، یک موسیقی ملل مسلمان و ترک و روم و فارس و عربی و جهانگیر است. موسیقی اصیل ما اگه بخوام خلاصه بکنیم، در سنتی که یه ساز یا تار یک گروهی باشن که مختص همون باشه و به موسیقی نو توجه نکنن قابل ملاحظه نیست. آقای فریبرز خان موسیقی کلاسیک جهان رو بلده، ویولون هم میزنه و مسلط، مثل شما که به ادبیات جهان اشراف دارید. استفاده کردیم. بله همینطوره، ما تقریبا از اواسط دهه 50 دوباره دوچار یک سری محدودیت هایی در بیان موسیقایی خودمون شدیم که خب از سال 57 دیگه اوج کرد و پیش از این برهه ما آثار متنوعی در
موسیقی ایرانی داریم. حالا متاسفانه به دلیل اینکه تبلیغ نمیشه و 40 سال گذشته و حتی تبلیغات منفی شده دیگه، خیلی از اینا فراموش شدن. بسیاری از خود این آهنگسازان وقتی که باهاشون صحبت میکردیم میدیدیم مثلا خیلی از کارهای خودشون رو فراموش کردن، یادشون نمیاد، حالا دیگه جامعه که جای خود. ولی آثار بسیار متنوعی و یه تغییر رویه‌ای درش ایجاد شده بود که حتی میتونه مدخل جامعه شناسی باشه برای درک یه سری حقایق تاریخی و اجتماعی که در اون زمان بوده. ولی خب از اون طرف این فرمایش شما هم درسته که در این سرزمین تاریخ و حتی موقعیت جغرافیایی که باعث خیلی رویدادهای تاریخی شده، بالاخره یک غمی رو آمیخته با ما با وجود. یک ترانه‌ای هم اتفاقا هست که در میانه این صحبت به ذهنم رسید که از سروده های تورج نگهبان هست با آهنگ حبیب الله بدیعی و صدای مرضیه. در یک فرازی اصلا ابتدای ترانه اینه که بیا بیا دل ستم دیده مرا شکتن کن، بیا بیا دل چو آتش به سینه را خاکستر کن، تو جان شیرینی عشق آفرینی در آسمان دل من مه و پروینی. در یک فرازی از ترانه میگه رها مکن ما را ز دست غم یارا، چه لذتی بی غم من و مسیحا را. این هم فکر میکنم نشانه از همین نوع تفکر و زیست هست. و حتی اگر ما دقت کنیم در تکنوازی هامون یا در ساز و آواز هامون وسط یک شعر غم‌انگیز یا بیان غم‌انگیز از موسیقی یک دفعه چهار مضراب داریم. چهار مضراب چیه با اون حالت پرشور خودش که گاهی حتی آدم رو به رقص میاره؟ ولی من خودم به شخصه خیلی وقتا تضادی با اون محتوای غم‌انگیز بین این رقص نمیبینم و این آمیختگی باز جزئی از جهانبینی ما شده. بله، در غزلت ها سعدی شما نگاه کنید کاملا عاشقانه است. حالا به تعبیری حالا میگن که خب تعبیر عرفانی خیلی زیاد توش هست، میشه عرفانی هم اینا رو تفسیر رو شرحش کرد. داره با معشوقش حرف میزنه، یار غمش میفته، جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست، گنج ما رو گل و خار و غم و شادی به همند. اینقدر قشنگ تصویر سازی میکنه، ترکیب میکنه. اونجا هم باز داره با معشوقش حرف میزنه و یاد غمهاش میفته، ولی اینو باز توجیه میکنه، یکی ایراد نداره، اصلا غم و شادی باید با هم باشن و ما با اینا داریم همزیستی مسالمت آمیز با غم داریم میکنیم. بسیار فریبورز عزیز، اگر باشی در کنار ما که خوشحال میشیم، یعنی بحث رو ادامهش رو باشد حضور شما ادامه بدیم. اگر خسته شدید یا اگر میخواید بعداً دوباره بپیوندید، هر جوری که خودتون صلاح میدونید صاحب اختیاری. من ترجیح میدم که این کادر رو یک مقداری خلوت کنم و شنونده باشم و بیام چون تخصصی دارید. خواهش میکنم که باز در میانه برنامه یا آخر برنامه هر موقعی که مثلا صلاح کنستی و فرصتی بود ما رو تنها نذارید. ممنونم. در خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم. سلامت باشید. خیلی خدا. چقدر قشنگ بود شروع بتنگی برای این برنامه شد و برای خیلی ممنونم از فریبرز فرهنگ مهر عزیز و از دوست خوبم آقای عزیزی کوچنایی که جواهرهایی رو برای ما معرفی میکنن. من خودم به واسطه ایشون با آقای دکتر عطایی هم دوست شدم و آشنا شدم. گوهرشناس ما؟ بله واقعا همینه، واقعا همینه. غزل عمر بگذشت و بی‌حاصلی و بلهوسی رو من بخونم که با
شروع بکنیم برنامه رو از قسمت ادبی برنامه رو قسمت هنری رو که گوش کردیم قسمت ادبی شروع کنیم. عمر بگذشت به بی حاصلی و گل هوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر، یه صدای نویز میاد، نمیدونم صدای نویز صدای منه یا مال دوستانه. یه امکانی داره دوستان وقتی که هر کدوم با من صحبت نمی کنیم، اگر یه دونه روی اون میکروفون رو بزنیم این صدا از اون سورس قطع میشه، یعنی اون بالا که یه علامت میکروفون یا علامت دوربین فیلم برداری هست، اگر دوربین میگن یه خط مورب روش میاد که دیگه صدای فقط اون کسی که صحبت میکنه جیر میشه. فکر میکنم اینجوری مشکل حل میشه، یعنی هر کس توی زمان خودش صحبت میکنه و بقیهش میکنه ببنده، این صدای اضافه هم از بینه. همه چیزی ندارم من. خب هیچی پس احتمالا مال من داره، یعنی چون من میگوانش میدم به هر حال من بخونم با اجازهتون. عمر بگذشت به بی حاصلی و گل هوسی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. چه شکرهاست در این شهر که قائم شدند شاهبازان طریقت به مقام مگسی. دوش در خیل غلامان درش می رفتم، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی. با دل خون شده چون ناف خوشش باید بود، هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی. لمع البرق من الطور و آنست و ببخشید خول کردم لمع البرق من الطور و آنست و بهی فلعلا بازم اشتباه گفتم فلعلی لک آت به شهاب قبسی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از غلغل چندی جرسی. بال بکشا و سفیر از شجر طوبا زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم، جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی. چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ، یسر الله و طریقا بک یا ملتمسی. عربیان ببخشید آقای دکتر غلط و بلود گفتم، اصلاح میفرمایید دیگه. ممنونم. سوهل جان کافی میخورید یا چایی؟ من والا آب سرد نوشی جان. چایم سرد شد. من دکتر داره کافی چایی میخوره. به سلامتی. از بیت اول شروع بکنیم، نظرتون به چه شکلیه؟ یا فقط این سمستر رو میخواید بفرمایید آقای دکتر عطایی ریش و قیچی دست شما هرجوری که آغاز بفرمایید. خواهش میکنم، نکته هست در مصرعهای مختلف شما بفرمایید. اختیار دارید. یه موضوعی در باره مصرع دوم بیت اول هست، این پسر جام میم ده که به پیری برسی. ما الانم یه آدم مسن‌تر میخواد به یه کوچیکتر مثلا یه چایی بیار برای من یا برو فلان چیز وردا بیار، ما توی ترکی یه اصطلاحی داریم
از بچه که مثلا اینجوری خوشحال و خندون میاد مثلا این خودکارو بده میگیم او بوی دولاسان، یعنی ایشالله که بزرگ ما هم داریم ما هم در ما دقیقا بزرگ بشی پیر بشی پیر بشی. اینجا هم دقیقا یه بچه چی که من اینو در باره یه چیز میخوام، یعنی با این مرحل میخوام بگم که وقتی که میگم بچه باده فروش یا از بچه باده فروش تعریف میکنه، یه همچین حسی رو در نظر بگیریم که این واقعا میبینه یه بچه خیلی خوبیه که برای من می آورده، میگه ماشاءالله پیرشی امو، یا همچنان ای پسر جا و می امه که به پیری برسی، پیرشی یه دعا داره میکنه، مثل این دعایی که ما داشتیم میگفتیم. بقیهش خب خودش یه غزلیه که در باید در برش صحبت کرد، یعنی هم عبارت های قشنگی داره و هم خودش یه غزل مستقله که خیلی موضوع ها در بارش میشه صحبت کرد. همون در مورد بعد پیر شدن، حالا یادم انداختید، من نظرم اینه، باز ممکنه که حالا همیشین احتمال هست دیگه اشتباه باشه، ولی تصور من اینه که این پیر شدن که در زبان عادی هم وارد شده، ما میگیم پیرشی الهی پیرشی، اصطلاح مغانه در واقع، اون چی میگن اونجا که مغبچه بود و به هر حال میرفتن معبدشون یا شراب میخوردن، شراب مقدس میدونستن دیگه، یا اسم چیه اون خدا، یا خرابات هم نه دیر، آره دیر جنبه مذهبی داره، اون بیشتر جنبه مذهبی هم نداره، حالا اونجایی که پیر هست مرشد هست چی میگم بهش، میخانه مثلا، خرابات، حالا برای اونجا اون اصطلاح مربوط به اونا هستش، یعنی وقتی ما پسری هستش اونجا داره جامعه شراب سرو میکنه، شراب میچرخونه مغبچه، و پیری هست، مرادی هست، مریدهایی هستند، اینها وقتی شما دارید به مریدها دارید میگه الهی به پیری برسی، منظور که به مقامات برسی، یعنی مرید بشی، مراد بشی الهی، و این وارد زبان عادی هم شده که پیری برسی، نه لزوما معنی که سنت فقط بره بالا یا عمر زیادی داشته باشی، که این هم هست البته، ولی علاوه بر این چون من میگم خواستش از اونجا هستش، خواستگاهش از اونجا هستش، یعنی پیرشی یعنی الهی که مرید مراد بشی و مرشد بشی، اصلا مثلا ما میگیم الان فلانی صاحب مقاماته، به مقامات بالا برسی، اون مقامات بالا برسی هم باز همونه، یعنی مقامات هفتگانه عرفانی و مربوط همون تصوف و عرفان هستش، از این موارد وارد زبان فارسی شده. باز اینجا وقتی داره شاعر میگه به پیری برسی، باز منظورش همینه، این پسر هم باز پسری که همونجا داره جام میده و باده میده، یعنی هر دو با هم دوی تناسب هم دارن. میگه چندان بزی که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از برای که پیر منحنی، فکر میکنم یه همچین عبارت بود، دقیقا این به اون مرحله رسیدن که خلقه قبول کنن و این رو فرمودید خیلی بلتا. من میخوام درباره باز پسر حرف بزنم، تقریبا اگر این اگه سه تا یه دو تا پسر در ادبیات حافظ جان هست، حالا به بقیه ادبیات سعدی و مولانا کاری ندارم، یه پسریه که میگه که در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، خانه پسر بکوش که روزی پدر شوی. یه پسر دیگه ای هم هست که حافظ جان نازنین پسر گفته در اون غزل معروف، باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است. ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلالتر از شیر مادر است. اون پسرم جای بحث داره، اینجا این پسر کی در میکده؟ بین این دو تاست، یه پسر سوم در نظر بگیری که بقول دکتر عطای مغبچه هست، اینها چه میکردن در میکده؟ بحث مهمیه، من نمیخوام باز هم اگه دلتون خواست باز نکنید، من فقط تنها اشاره میکنم که به شواهد پسر و اصطلاح ترکیبات که حافظ جان در فلسفهش آورده دوستان دقت بکنن و پژوهش بکنن. این پسر اینجا هم این پسری نیست که بخواد
اون شاهد بازی رو به ذهن بیاره، اما قطعا پسری هم نیست که حالا کاملا از مراد و موضع عرفانی بخوام نگاش بکنیم. چی کار میکرده پسر مغ بچه در باده، در باده فروشی، در خراب، در خرابات و در میکده کارش چی بوده؟ چرا پسر؟ در شعر فارسی وقتی ما به برخورد داریم با شعر سبک خراسانی، در دربار غزنوی اون شعر گفته میشه، شعر فرخ سیستان نگاه میکنیم، عنصر نگاه میکنیم، وقتی پسر گفته میشه واقعا پسر کاملا مادیه، این پسری که هیچ گونه تفسیر آسمانی نداره و اونها هم خودشون میمده، پسری که اصلا در عربی بهش میگن غلام. غلام یعنی چی؟ یعنی از بدو تولد تا 14-15 سالگی که ریش در نیاورده. این پسر مورد توجه بوده به لحاظ زیبایی برای ایرانیان قدیم و همینطور عرب ها در خاورمیانه بوده و حتی به برده هم گفتن غلام، داخل پرانتز دارم میگم، به برده هم گفتن غلام برای اینکه اسم منفی نداشته باشه، گفتن مثلا برای غلام بگیر بیار، یعنی پسر بگیر بیار، غلام به معنی برده شده، یعنی غلام اصل معنیش برده نیست، غلام اصل معنیش یعنی پسر هست. اصلا یا زکریا در قرآن میگه، به خداوند به زکریا میفرماید که یا زکریا یا انا نبشر که به غلام اسمه یحیی، ما به تو بشارت میدیم که غلامی، بشارت موجه غلام را میدیم که اسمش یحیی است، لم نجعل له من قبل سمی، از هم نامی نداشته. اتفاقا در انگلیسی من دیدم این هم چیزی هست، بوی، کلمه بوی یه مدتی به معنی چی بوده؟ اسلیو بوده، یعنی برده بوده، کلمه بوی از راه بهگویی که حالا باز قبل خدمتتون عرض کردم. پرانتز بندیم به این، دوباره سراغ فرخی عنصری. وقتی فرخی عنصری در مورد پسر دارن حرف میزنن در قرن 4 و 5، اینها واقعا پسر مادی منظورشونه و هیچ گونه معنی عرفانی نداره و معذرت میخوام اینو دارم میگم، من این در زمینی متون مختلف خوندم، حتی با اینها ارتباط هم داشتن، ارتباط نامشروع هم داشتن، به راحتی میخوابیدن باهاشون، با پسر امثال فرخی. و بعد که در قرون 5 و 6 یواش یواش دیگه حالا توسط صنایع عطار عرفان وارد شعر میشه، همچنان زبان همون خراسان میمونه در شعر و این پسر و این اصطلاحات تبدیل به سنت ادبی میشه، یواش یواش بار عرفانی و صوفیانه هم میاد اضافه میشه به این کلمه پسر و وقتی پسر رو خطاب قرار میدن، حالا پسری که در درباره، در دربار غزنویان فرق داره، پسری که در سرای مغان هست، در جای دیگه هستش، داره در فعالیت های عرفانی و تصوف هستش، در هر دو جا هست، حتی وقتی ناصر خسرو داره تعلیم میده، اشعار تعلیمش میده، خطابش با پسره. اون پسر چیه؟ خطابش با پسر وقتی هستش، پسریه که میخواد بهش تعلیم بده. بعد در قرون بعد اینا با هم دیگه همش تلفیق میشه در شعر مولانا، در شعر سعدی، در شعر حافظ دیده میشه. حالا حافظ، سعدی حالات شیطنتی هم داره بینابین، یه لذت خودش رو نشون میده از پسر که نگاه میکنه، لذتش میبره، اونو به بیان میاره، در گلستان دیدین دیگه. ولی حافظ این که بگیم این لذت مادی رو داره، به نظر من شاید خوب نباشه و بگیم که این سنت ادبی بهتر باشه، ولی در این حال حافظ محل جمع همه اینا هستش، یعنی تلفیقی پیدا کرده، این لایه‌ها همه‌شون رو همدیگه وقتی کلمه پسر می‌بینیم در همه اینها رو باید با همدیگه به یادمون بیاد و در نظر بگیریم. حتی وقتی کلمه خط هم میگه در غزل بعدی هم خط رو می‌بینیم، خط وقتی میگه به معنی سیبیله، به معنی حالا چه خطابش دختر باشه پسر باشه، الان ما میگیم دخترها سیبیل نذارن، سیبیل زشته، ولی اون زمان چه دخترش چه پسرش، سیبیل یه ملاحتی داشته برای اونایی که نگاه میکردن و لذت میبردن. دکتر جان خدمت تو بگم که بباحت در منظر حافظ جان، حافظ جان یک دوربینه، یک داکیومنتری نویسه، یک ژورنالیست، به پدیده ها و به اشیای فرهنگی زمانه خودش با یه دیدی بسیار فراجناهی نگاه میکنه. بله. قطعا من از یه توجه داشته، اما اینجا من شک دارم بینابین همون غزلی که من خدمتتون عرض کردم، باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است، اصلا داره قشنگ میگه که اصلا مادینه کجا و نرینه کجا. این دلیل بر پذیرفتن این پدیده، پدیده‌ای که بوده خیلی شیوع داشته در یونانیان بسیار زیاد بوده، در ایرانی‌ها کم بوده،
حضرت اسلام در ایرانیا بسیار فراوانتر شده و به ویژه در زمان قرن ششم، هفتم، هشتم که شما دارید، این دلیلی نیست که حافظ جان این رو میپذیرفته یا در منظرش. حافظ جان همیشه به عنوان یک راویه که به مخاطبش اجازه میده به عنوان کسی که تعقیب کننده و دخل و تصرف کننده در شعر هست بیاد نظر بده، برای همین هم لایه‌های فراوان داره. وگرنه اگرم بهش توجه میکنه به عنوان یک پدیده که موجود بوده و دربارش حرف میزنه، فکر نکنم دلیلی باشه که قطعا پذیرفته این رو. درسته. بعد میایین در شعر دوره صفوی هم جالبه، وقتی صاحب پسر میگه، حتی یه غزلی داره در 200 غزل صاحب که استاد امیربانو کریمی گلچین کرده، اون غزل رو بیتاش حذف کرده، انقدر حرفای تندی داشته صاحب نسبت به اون مخلفش پسر. اون توصیفاتی که داره، اینکه آستین کوتاه پوشیدی مثلا دستت لخت بیرونه، اینا رو توصیف میکنه استاد امیربانو که این بیتا رو حذف میکنه. میخوام بگم که همیشه این حالت نگاه مادی به پسر بوده، مثلا در دوره صفوی اتفاقا اوج میگه دوباره، یعنی یه فرودی داشته دوباره به دوره صفوی میرسیم دوباره اوج میگیره. حتی ما محتشم کاشانی که داریم، یه روایت قوی که هست اینه که اون کتاب جلالیه، اون مثنوی جلالیه رو خطاب به معشوق پسر گفته، به اسم شاطر جلال بود اصلا اون اسم شخص که عاشقش بوده و این محتشم کاشانی، با اینکه محتشم کاشانی شاعر آیینیه و ما ایرانی به عنوان شاعر کربلا و اهل بیت میشناسیم، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. ولی خب همچی آدمی از باب میخوام بگم که این ذهنیتشون مثل ذهنیت الان من نبوده که من چون مذهبی هستم پس اینا رو کلا ممنوع بدونیم. حتی مذهبیاش هم اینها رو، اون شدت تابویی که ما در الان ما در روزگار حاضر داریم، اون شدت تابو نبوده در گذشته. هرچقدر عقب‌تر میریم این تابو بودنش خیلی شدتش کمتر میشه. حالا برسیم به 1000 سال، 900 سال پیش در زمان محمود غزنوی، که محمود غزنوی خودش راحت به راحتی با ایاز عشق بازی میکنه، داستان محمود ایاز که معروفه کلا. و هیچ گونه اون تابویی که الان ما داریم، شاید الان تابوی ما 100 درجه 100 بگیریم، شاید اون زمان 5 بوده مثلا، به این شدت اون تابو کمتر بوده. تا میرسیم میگم تا 300 سال پیش دوره صفویه، کسی که شعر معروف ترکیب بند باز این چه شورش است که در خلق عالم است داره میگه، معشوق پسر داره، یا وحشی بافقی همینطور و دیگران. داریم حاشیه بریم، ببخشید. نه دکتر جان، خیلی بحث مبحث مهمی. استادم امیربانو کریمی و فاطمه اساتید ما خیلی دچار سانسور ادبی میشن. اون اهمیت صاحب در شناخت همون بخششه و این ادبیات رو ما باید بشناسیم. خوشبختانه نگرش من به این برنامه‌ها اینه که چنین مبحثی رو ما در ادبیات باز بکنیم و دربارش یک مقداری حرف بزنیم. بسیار خوب. برسیم به لمع البره یا باز در باره این غزل، یه اتفاقا در باره همین موضوع پسر که گفتید پایین تو بیت سوم، دوش در خیل غلامان درش میرفتم، یعنی کلمه غلام اشاره شده، گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کردی، بله کلمه غلام با پسر اینجا اومده، شاه باز. بله اصلا خب من غلام در اصل معنی غلام در عربی معنی پسر هست. حتی آیه که مثال زدم که یا ذکر یا انا نبشرو که به غلامن اسمو یحیی، یا ای ذکر یا به تو پسری رو بشارت میدهیم که اسم پسر، پسر بچه غلام، از بعد تولد، بله از بعد به تولد تا وقتی که ریش در بیاره غلام بوده. و این که ما به معنی برده میشناسیم از راه بهگویی به برده گفتن غلام، که گفتن در انگلیسی هم به غلام یه مدتی بوی گفتن، یکی از معانی بوی در زبان انگلیسی قدیم به معنی اسلیو هست. این از این. و در حدیث هم داریم حتی گفتن که چون قدیم کلا دنیا اینطوری بوده، به ویژه اسلام، که به پسر بیشتر اهمیت میدادن تا دختر، چون در موارد مختلف پدرشون میخورده. حدیث داریم که روایت داریم که وقتی شما در شب زفاف نماز بخونید و دست مرد دست رو بذاره رو پیشانی زن و دعایی بخونه، تو اون دعا میگه که خدای من غلام عنایت کن، به من پسر بده. اونجا باز کلمه غلامو میاره، نه اینکه به من برده، به من برده بده، من پسر بچه‌ام. حالا این غلامان از راه بهگویی به من برده شده، اینجا
به معنی چی هستش؟ هم تبادل میکنه پسرها رو، هم تبادل میکنه همون برده هایی که خادم بودن در دربار، که در خیلی غلامان درش رفتم و گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی؟ کی هستی اصلا؟ در باره دل خون شده نافه هم گفته و مشکین نفسی، میگه اون کسی که نفس عطر و مشکینی داره مثل نافه که مثل خون داره و با خون جگر مثل با خون به جگر شدن تغییر شد، باید همچین سختی رو تحمل بکنه که مشغول جهان بشه به مشکین نفسی. و با اجازتون برم همون بیت رو بخونم اگر فرمایشی نیست. یعنی بیت زیبایی هم هست، بیت چهار، با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود، هر کی مشهور جهان گشت به مشکین نفسی. چون موسیقی زیبایی یک مثل دکتر جان، با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود. چی کار میکنه حافظ جان؟ ناراحتی و شادی رو با شادی رو با شیرشون میده و ناراحتی اندور رو با خه، و با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود، هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی. ببینید غم و اندور رو چجوری با یه موسیقی دوتا واژه دوتا حرف به دسترس ما قرار بده، خیلی لذت بخشیم. مثلا در واقع به خودش هم اشاره داره دیگه که من اصلا انسان‌های مشهور اهل فضل همیشه مقهور و چی میگم مذمومه یا فلک زده هستن دیگه، فلک هستند. تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس. فلک به دانش به مردم نادان دهد زمام مراد، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش فضلی همین گناهت بس. تو که مشهور جهان شدی مثل مشک خوشنفس شدی، مشکل نفس شدی، ولی باید خون دل بخوری، باید بدبختی بکشی. دانش و خواسته است نرگس و گل که به یک جای نشکفند به هم. هر که را دانش است خواسته نیست، وان که را خواسته است دانش کم، یعنی نیست مثلا. یک کلمه خوشش باید بود هم اینجا اومده، عبارت جالبیه، یعنی که باید باهاش بسازه دیگه، یعنی که باید با همون دل خون شده خوش باشی. یه جایی هم میگه میگه خوش برا با غصه ای دل، کهل راز عیش خوش در بوته هجران کند. یعنی یه حالت خوش بر آمدن با یه چیزی، یا در غم هجران رو میسوز و بی درمان بساز. این هم عبارت مثل دومش خوش داشت، الان من این بیت یادم نیست، ولی این خوش بر آمدن یا خوش بودن با چیزی عبارتی بود که توی این بیت قشنگ بود، خواستم فقط ذکرش بکنم. درست. ما به اینا این خون شده رو به شکل حالا در ما ادبیاتی ها، دوستانی که حالا حاضر هستن تو جلسه و به شکل حرفه ادبیات نخوندن، خون شده ما میگیم استخدام. استخدام وقتیه که یه کلمه بیاد دو تا معنی داشته باشه، به هر معنیش به پاره ای از جمله یا مشبه مشبه هم یا هر پاره دیگه بشه ارتباطش داد. مثلا میگه من مثل شمع خاموش هستم. این من مثل شمع خاموشم نمیتونی به انگلیسی ترجمه کنی با یه جمله، مجبور توضیح بدی. چرا؟ چون خاموش در فارسیه که دو تا معنی داره، هم معنی سکوت نسبت به من، هم معنی خاموش بودن آتش نسبت به شمع. به راحتی توی یه جمله فشرده ما اینو در فارسی میگیم، نمیشه به زبان انگلیسی به راحتی در یک جمله ترجمه کرد به زبان غیر فارسی. حالا با دل خون شده رو نمیتونیم به زبان انگلیسی به راحتی ترجمه کنیم. دل خون شده نسبت به من مشهور جهان، من حافظ یا من معشوق زیبا، حالا اینجا من حافظه، یعنی دارم خون جگر میخورم، دارم زجر میکشم. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش فضی همین گناهت بس، تو داری شکنجه میشی. این دل خون شدن به این معنیه. ولی نسبت به نافه، واقعا نافه اون خونی که در دل نافه جمع میشه و تبدیل به مش میشه و در نهایت مشکل نفس میشه و مشهور جهان میشه. اینو خیلی زیبا آورده این استخدام رو.
لعل برق من طور و آنست بهی فلعلا لک آت به شهاب قبسی. شما ولی این تلمیح داره به داستان حضرت موسی که وقتی از دربار فرعون میره و بعد با شعیب آشنا میشه، یکی از دختراش ازدواج هم میکنه، بعد داره خانواده اینها، میره وادی توبا، بعد در هم در سوره طه اومده هم در سوره قصص، بعد آتش رو میبینه در کوه طور، ازرا نارن و قال لأهله، آتش رو از بالای کوه میبینه و به خانوادش میگه که انی آنستو نارن، آنستو یعنی درک کردم، گرفتم، دریافت کردم، نه لزوما من یه چشم، ممکن برای گوشم به کار بره، هر گونه دریافتی از هر طریقی، انی آنست نارن فقال لأهلهم کسو انی آنست نارن. آیش پرید از ذهنم، لعلی همون لعلی فکر کنم، لعلی آتی کن منها به حالا قبس یا حالا آیه داره، بله من اینجا وایسید من برم یه پاره آتشی بیارم تا راه رو پیدا کنیم. قبس یعنی پاره آتش دیگه، اقتباس وقتی میگه به این عمل آتش رو گرفتن میگن اقتباس، اقتباس یعنی شما یه آتش دارید من بیام از شما یه آتش بگیرم و اجاق خودم رو روشن بکنم. قبس یه بخش کوچیکتری از یک آتش، از یه آتش بزرگ احتمالاً. بله دیگه، شما خونتون آتش داره، اجاقات روشنه، من به یه چوب میدم دست بچه میگم که برو از همسایه آتش بیار، آتش ما خاموش شده، چون روشن کردن آتش کم دنگ و فنگ داشته، به این خاطر سعی میکنن آتش رو روشن نگه دارن. دیگه صاحب میگه نخواهد آتش از همسایه هر کس جوهری دارد، میگه از آتش تا اونجا که میتونید آتش نگیرید، خودتون آتش رو روشن نگه دارید. به این عمل میگفتن اقتباس، یعنی قبض گرفتن. این که حالا بعد شعرم داریم اقتباس میگیریم، یعنی یه شعری از اون میگیریم و ادامه میدیم. شهاب قبض که همون شعله رو بگیریم که ده همون آیه اشاره داره و همون داستان اشاره داره، از کوه طور لمع البرق، برقی را دیدم روشن شد، و آنست و بهی من دیدمش، شما صبر کنید اینجا، فلعلی لک آتن، پس شاید من برای شما آورنده باشم، به شهاب قبسی پار آتشی را بیاورم برای شما. یه شهابی رو آورده و انگار که مثلا میخواد از شهاب یا از اون ستاره که میره یه آتشی رو بگیرن و توی همون به صدا چیز بگیره بیاره، انگار که اون برقی که دیده، برق خودش هم با شهاب میتونه در چیز باشه، با صدا با تناسبی داشته باشه. فلعلی من اطلاق کنم، فلعلا شاید گفته باشم از درمان مایده، فلعلی لک آتن به شهاب قبسی، یعنی از شهاب یه اقتباسی بکنم برای شما بیارم، یعنی یه نوری رو بردارم براتون بیارم. شهاب میتونه همون ستاره آسمانی باشه؟ نه، همون شهاب به معنی چی پار آتشه، شهاب همون شعله آتشه. این شهاب و قبس اینطوریه که از شهاب قبس بگیرم یا شهابی که مثل قبس هست، اینطوری نیست. شهاب و قبس هر دو به یه چیزی اشاره داره، من نار آتش اشاره داره و بدلم هست، یعنی من شهابی بگیرم، قبسی بگیرم. حتی در جای دیگه در سوره قصص میگه، بیارم اون آیه رو، در سوره قصص میگه که این آماده داشتن اینجا، قال لأهلهم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکو منها بخبرن، نمیگه به قبسن، او جذوت من النار، یه تیکه از آتش رو بگیرم، انگار زغالی رو بگیری بیاری. حالا اینجا شهاب و قبس رو دوتا تیکه هستن که یه جوری مترادف هم هستن و به شکل بدل استفاده شده، اگه یه چیم حذف کنید اتفاق نمیفته و برای تأکید اومده که قافی هم که تعمیم میشه و در این حال کلمه قبس رو میاره و مستقیم با آیه هم که دیگه تلمیح مستقیم تری رو ایجاد میکنه. یه بیتی داره حافظ میگه، ز رقیب دیو سیرت به خدا هم مگر آن شهاب ثاقب مددی کند خدا را. خب من تصورم از اون شهاب ثاقب دقیقا ثاقب است، دقیقا اون چیزی که چطور میگن
برقی که از آسمون میزنه مثل صاعقه و میاد میزنه، یکی رو خشک میکنه، یکی رو آتیش میزنه، یکی رو از دنیا میبره. میگه این رقیب دیگریت منظورم بهش نمیرسه مگه اینکه صاعقه بزنه اینو نفلش کنه بلاکنا شده رو بزنه، خدا کمک کنه، به خاطر خدای اون شهابه بیاد این رقیب رو از کنار تو بزنه بکشه نابودش بکنه. نمیدونم درود بوده نه این رد و برق نیست. قدیم عرب ها یه تصوری داشتن در مورد این شهابی که ما میدونیم، شهاب سنگی که میاد بعد به جو زمین میخوره، به جو زمین که میخوره با سرعت هزاران کیلومتر در ساعت یا ثانیه، چون از خلأ وارد جو زمین میشه آتش میگیره اون سنگه، آتشش پشتش هست یه دوم داره دیگه. این شهاب رو عرب ها میدیدن و تصوری که داشتن چی بوده؟ میگفتن که اینها رو خداوند تیرهایی داده میفرسته که اون شیاطین رو بکشه. و در قرآن به این شکل اومده که اینها شیاطین میان مزاحمت ایجاد کنن در وحی، قرآن رو گوش استماع بکنن و خداوند با اون تیرها شیاطین رو میخواد دور کنه. در قرآن هم دوبار اومده، یکی در سوره ملک، یکی هم در سوره صاد. من ملک آیاشو میخونم براتون. ولقد زینا السماء به مسابی، ما آسمان را به ستارگانی چیکار کردیم؟ زینت دادیم. و جعلناها رجوما للشیاطین، اون مسواها را چیکار کردیم؟ قرار دادیم سنگساری برای شیاطین. این شیاطین دقت کنید، یعنی خداوند میخواد با این شهاب ثاقب رجم بکنه، رجم یعنی سنگ مندازه. بعد وقتی حافظ میگه ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، اون دیو همون شیاطینه. مگر آن شهاب ثاقب مددی کند، خدا را بود چی بود ادامش، همون شهاب خداوند با شهاب ثاقب اون رقیب دیو سیرت را دور کنه، رجم شیطان بکنه و منو از دستش خلاصی بده. و این پناهم در اون بیت هم فعلا پناهم یعنی به پناهم پناهیدن فعله. بله صداتون ندارم آقای قاسمی. این آیه که خوندم از سوره ملک بود، این آیه که خوندم از سوره ملک بود، در سوره صاد هم دیدم، در سوره صاد هم شاید هم جای دیگه هم باشه. دوستان خواستم به خدای خود پناهم. بله فعله. خیلی یاد گرفتم این در شاهنامه هم هست، اصلا شاهنامه فعل امره، فردوسی میگه پناه یعنی پناه ببر، از خود کلمه پناه رو فردوسی استفاده کرده در جلد اول، میگه پناه یعنی حالا مثال شدم نیست، پناه یعنی پناه ببر فعله. جالب دیگه میونه ادامه به غزل که کاروان رفت و تو در خواب و یادان در پیش بحکی بحکی فکرم غزل بعد میموره برای هفته بعد با مرتا برای فکر کنم من گفتم من پیش بینی میکردم که غزل زیبایی نمیشه نصفشو تا چون مجمل نفسی دامن جانان گیرم، جان نهادیم بر آتش زپه خوش نفسی، یا زپه خوش نفسی اگر ترجیح خودتون رو بفرمایید کدوم قشنگه، یک آدم خوش نفسی یا زپه خوش نفس بودن. و مجمل یا مجمل اون جایی که عود رو در اون می‌سوزونن دیگه، مثل اودان یا حالا اسپندان یا همچین جایی که مطلب بکنم. میگه من هم جان خودم رو زپه خوشنفسی که میدمد بر این اسپند یا حالا اون چیزی که قرار بسوزه بوده اینجوری فوت بکنه، خوشنفس آدم خوشنفس، من جانم رو در پی اون گذاشتم توی آتیش که هر روز من مثل مجمر توی آتیش بسوزم، مگر این که توی فوتی به من بکنه که نفسی دامن جانان رو بتونم بگیرم. این تصور من از این بیت بود که اصلاح بفرمایید دوستان. خواهش میکنم. آقای کوتنوی خیلی وقت صحبت نکردن. خواهش میکنم. من گوش میکنم دکتر جانی. آتیش در نهایت جانش رو میبخشه. جان نهادیم بر آتش تپه خوشنفسی. در هم نشینی ما این آتش
ما هم آتش که جانش را بیبخشه و روشنایی و گرما و حرارت میده به گرمی میده، ما نگران اون هم نشین و هم نفسی هستیم که بتونیم مثل اون هم جان اون باشیم. دکتر این وزن عمل مسمن مخون و محذوف احتمالا فعالاتون فعالاتون فکر بکنم یکی از پر کاربردترین اوزانی باشه که در حافظ جان هست، درسته؟ این وزن خیلی اوله یکی از دیوان حافظ اول این وزن شعر حافظ هم اینه. من شمردم دوره دانشجویی نشستم وزنه شعر حافظ رو شمردم، بعد دیدم مثلا قبلا شمرده اینا، ولی من نمیدونستم این مقال رو ندیده بودم. خودم نشستم شمردم آمارش هم در آوردم. اولین وزن دیوان حافظ 137 تا غزل در توییم از فعلاتون. دومین وزن میشه مفاعلون فعلاتون، که اون دومین وزن اولین وزن شعر فارسیه. من دوستی به نام آقای علی خدیور رو دیدم جمع شده، خیلی خوشحالم. من اگر درست شناخته باشم دوستی که تفسیرهای خیلی تمیز و از واژه های خیلی سنجیده استفاده میکنم توی یوتیوب و توی اینستاگرام، فکر کنم توی یوتیوب دیدم تفسیرهای هر دو. خیلی خوشحالم که ایشون رو میبینم. و خانم دکتر فاطمه سلمانزاده، اگر اسمشون رو درست گفته باشم، اعلام کرد. من از ایشون خواهش میکنم که صبور باشن، اگر وقت دارن تشریف داشته باشن ما بعد از این غزل دست کم غزل رو بخوانیم غزل رو، یا حالا اگر بتونیم آقای دکتر عطایی رو متقاعد کنیم بمونن پیش ما که اون غزل رو بگیم، اگر نه که حداقل غزل رو با صدای شما بشنویم و بعد به تصمیم بگیریم که این حرف یا حرف رو بعد دوباره در مورد این غزل صحبت کنیم. من فرصت نشد به تمام دوستان که چه دوستان گرامی که دوستان و دنبالکننده های آقای فریدوز بودن یا دوستانی که از دنبالکننده های ما بودن تشریف آوردن، به همه سلام و خوش آمد میگم. به وقتی دیگه الان تو وقت سلام گفتنه، ولی خیلی خوشحالم که همه تشریف دارید و باعث افتخار منه. بله آقای دکتر خدیور، من سال 82 که دانشجوی ارشد قبول شدم دانشجوی علامه، اونجا توفیق بود با ایشون آشنا شدم، هم کلاس بودیم با هم دیگه دوره کارشناسی ارشد. حالا من دکترا همون علامه قبول شدم، ایشون دکترا در ترک مدرس قبول شدن و ما سالهاست که با هم دیگه دوست هستیم، هم در فضای مجازی یه مدت که اصلا دانشجو با هم بودیم و الان هم که چند ماهی من متوجه شدم که ایشون تفسیر حافظ و متخانه حالا متون دیگه هم میخونن و تو یوتیوب و تو اینستاگرام میذارن، خیلی اهل خراسان هستن دیگه. از من شناس و صدای قشنگشون و چهره قشنگشون فکر کنم ایشون بنده رو ندیدم توی هیچ کدوم از این چیزها، ولی من مجبور شدم تو یوتیوب دنبال میکردم. خیلی واژه ها رو عالمانه به کار بردن، یعنی معمولا ما درباره حافظ که حرف میزنیم مهمترین مهارتی که باید داشته باشیم اینه که درباره چه چیزی حرف نزنیم که حرف به حاشیه نکشه، حرف از ثوابش دور نشه، و ایشون به خوبی این رو چیز میکنن، رعایت میکنن و کلمه هایی رو به کار میبرن. وقتی با زبان معیار میخوان توضیح بدن، طوری کلمه ها رو بر میگذارن واژه ها رو که به بیراه نره دیگه، یعنی پراکنده نشه. به هر حال غنیمتی اصلا یه ویژگی اصلی که خراسانی دارن، من زیاد دیدم بین خراسانیان، من تو بین فالووران و دوستان فضای مجازی خراسانی زیاد رفیق دارم، مشهدی، خوش بیان و خوش کلامن، یعنی در قله و دله حرفاشون رو میزنن و بدون حاشیه روی این خاصیت رو دارن. در مورد آنستو بهی من یادم رفت بگم، آنستو بهی در عربی آنستو فعلیه که به تنهایی متعدیه و مستقیما مفعول میگیره. در قرآن هم میبینی که با بدون بای تعدی ساز اومده، ولی اینجا حافظ بر سر های مفعول هی مفعول به آورده. اینو بعضی ایراد گرفتن بر حافظ، بعضی ایراد گرفتن گفتن که این حافظ چون به خاطر وضع شاید مجبور شده تأمل کنه، یعنی که اصلا خبر نداشته که آنستو بدون بای تعدی خودش متعدی هست. حالا اینو گفتن در حال، ولی این بیت تا چون مجمر نفسی دامن جانان گیرم نکات با
خوبی داره، میشه در مورد صحبت کرد، ایهامای زیبایی داره. یکی گرفتنه، فعل گرفتن، چون هم اشاره داره که آتش گرفتن، آتش میگیره، یعنی اثر گرفتن، اثر گرفت. اصلا گرفتن در شعر حافظ به معنی تأثیر گذاشتن هم هست. و اینکه بوی اون بوی مجمر، اون عودی که در داخل مجمر گذاشتن و داره میسوزه، دامن طرف رو بگیره، اینم باز اشاره داره. در این حال دامن معشوق رو بگیرم، جان رو بگیرم و اجازه ندارم که بره، یعنی التماسی درش هست، تا چون مجمر نفسی دامن جانان بگیرم. این در این معنی گیرم استخدام پیدا میکنه، یعنی گیرم نسبت به مجمر، یعنی تسبید و ولم، این بو حالا حالا از دامن معشوق نمیره و نسبت به من حافظ دامنش رو بگیرم و رها نکنم و اجازه ندم که بره از پیشم. که در یه غزلی هم داره، گر بکشد زهی، گر بکشم زهی طرف ور بکشد زهی شرف، اون مصرع رو بکشد دامنش آورم به کف، بله، خواهد اگر مدد دهد ور بکشد زهی شرف، بله احسن، دست شما نکن، تالا اگر مدد دهد دامنش آورم به کف. این دامن رو به کف بودن دقیقا همینجا، تا چون مجمر نفسی دامن جانان بگیرم، این گیرم منی که گرفتم، یا این که مجمر. دیدید اون قدیمی ها وقتی اسفند دوت میکنن دامنش رو میگیرن روش، اون خانم ها، اون پیر زن ها دامنش میگیرن رو اسفند که بوی اون اسفنده لباسشون بره، حالا حالا در نره. قدیم با مجمر همین کار میکردن، رو مجمر دامن و عباش رو میگرفتن تا بوی اون مجمر و عود به لباسشون بره و نفوذ کنه. جان نهادیم بر آتش سپه خوشنفسی، یا خوشنفسی مستری، یا حالا یا یه وحدت بگیریم. و بیت آخرش، چند پوید به هوای سوز هر سو حافظ، یسر الله طریقا بک یا ملتمسی. یسر الله طریقا، یسر الله طریقا، الهی که خداوند یه طریقی را در مسیر ما قرار دهد، یسر یعنی آسان کند. همین دعای سفر نیست، خدا راحت را بر تو هموار گرداند، یه خدا راحت احتمالاً باشه، احتمالاً دعای سفر باشه، بله. ملتمس هم یعنی اون هدف من، مطلوب من، خواسته من، ملتمس یک کسی که من به تو التماس می شود. خیلی پوید هم خیلی زیباست دکتر جان. پوید اینجا دقیقا به معنای پویان، به معنای در حال دوان و تاختن و دویدن هست، نه به معنای جستجو کردن، نه که در جایگاه دقیق فردوسیوارش قرار داده. چند پوید به هوای تو زهر سو حافظ، فعل‌های عمومی، حالا من چون زبانشناسی میخونم زیاد ذهنم درگیر این مسائل میشه، فعل‌های دویدن، پوییدن، و در عربی هم همینطوری سعی، به خاطر کاربرد زیادی دارن در معانی دیگه هم مورد استفاده قرار میگیرن. اصلا کلمه سعی که ما به معنی تلاش میگیریم در عربی اصلش معنی دویدنه. سعی بین صفا و مروه یا یسعا در قرآن اومده، سعا، این همش معنی دویدنه، ولی ما برای تلاش کردن از فعل دویدن هم استفاده میکنیم، هم در زبان فارسی، هم در زبان ترکی، هم در زبان عربی طبیعیه که استفاده بشه. پوییدن هم معنی اصلش دویدنه، ولی به معنی تلاش کردن خود به خود این اتفاق افتاده، این طبیعیه. بسیار خب، من یه پیشنهاد دارم آقای دکتر عطیه، میتونیم ادامه بدیم لایو رو، یعنی مثلا غزل 460 رو بریم، یا زیق وقت داریم نمیدونم، اگر یک ساعت و 40 دقیقه شو خیلی طولانی شد. اگه دوستان میخوان شعر بخونن استفاده کنن، من زیاد حرف زدم و سر دارم، دارم نهارم نخوردم. من پیشنهادم اینه که از خانم سلمان‌زاده دعوت کنیم غزل رو بخونن، یه استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره برگردیم بیفتیم توی غزل 400، چون بالا هم نوشتیم 463 سلام الله و ماکر اللیالی. نمیدونم اگر زیغ و پیشنهاد بنده که شما خیلی خسته هستم و خیلی هم طول کشید، کارهای دیگه هم داریم،
اگه اجازه بفرمایید البته، یعنی شما تصمیم بگیرید و همینطور جنبای کوتنایی و دوستان دیگه. این غزل سلام الله ما کرلیالی هستن تو استوریم گفته بودم که این غزل قرار خونده بشه، بمونه برای جلسه بعد و چون یک ساعت و نزدیک نیم ساعت یا شاید هم چون 4 رو شروع کردیم باشه قبوله، اما اقلا بذارید این شعرخانی این جلسه باشه، این جلسه باشه شعرخانی یا هر کسی میخواد بیاد شعر بخونه یا سازی بزنه آهنگی، حالا استفاده میکنم و آنلاین هستم. بسیار. پس من از یه دعوت خانم سلمانزاده رو بکنم اگر تشریف دارم که غزل رو برای ما بخونن، حد اقلی که غزل دوشگاری باش آشنا بشیم و حالا هفته بعد غزل رو شرح میکنیم دیگه اگر اجازه بدید. سلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان. خوشحالم از اینکه امروز سعادت شد و تونستم تو برنامه لایوتون شرکت کنم. خیلی خیلی استفاده کردم از صحبت ها و شرحی که استاد عشقان دادن و همچنین از شما سپاسگزارم آقای قاسمی عزیز. سلام، خواهش میکنم، من دو استاد نیستم، استفاده میکنیم. خیلی خوشحالم من از قبل توی گروه تماشا در محضر کسی بشینید و استفاده کنید استاد بحث به همین خاطر خیلی خیلی استفاده کردم، البته با حفظ به کار بردن درست واژگان در جایگاه خودش خیلی استفاده کردم. من شروع رو از زمان تماشاگه راز میشناسم و خیلی خوشحالم که با شما توی یه فرند هستم. حالا من سراپا گوشم که بشنوم اجرای قشنگ شما رو از غزل شما 463 حافظ. با اجازتون. سلام الله ما کر اللیالی و جاوبت المثانی و المثالی على واد العراكي ومن عليها ودار باللوى فوق الرمال دعاگوی قریبان جهانم و ادعو به تواتر و توالی به هر منزل که رو آرد خدا را نگه دارش به لطف لایزالی منالی دل که در زنجیر زلفش همه جمعیت است آشفته حالی ز خطت صد جمال دیگر افزود که عمرت باد صد سال جلالی تو می باید که باشی ورنه سهل است زیان مایه جاهی و مالی بران نقاش قدرت آفرین باد که گرد مه کشد خط هلالی فحب بکر راحتی بی کل هینن و ذکر رو کمونسی بی کل حالن سویدای دل من تا قیامت مباد از شوق و سودای تو خالی کجا یابم وصال چون تو شاهی من بدنام رند لا ابالی خدا داند که حافظ را غرض چیست و علم الله حسبی من سؤالی. آفرین، دست شما را نکنه از اون باشه. خیلی ممنونم ازتون. خیلی دوست داشتم من با اجازه آقای دکتر و آقای حبیبی دعوت میکنم برای هفته بعد که ما این غزل رو میخوام شرح کنیم جزء شارحین غزل هم تشریف داشته باشید. در حال درباره غزلیه که من تا جایی که میدونم به ادبیات عرب بسیار متعلق بودید تا جایی که من خاطرم هستش. حالا من توی مسیج ها توی افتوریا اعلام میکنم جلسه بعد این که خواهد بود دوستان ببینید چه زمانی رو نوابر میکنید که از شما هم خواهد میکنم تشریف دارید. به هر حال خیلی خوشحال شدم من به شما رو دیدم توی باید مربی های حافظ خودمون. خیلی لطف کردید به شما. قربونتون بشم. خیلی دست شما رو نکنم. خدا نگه. زنده باشید.
خب با این حساب فکر میکنم لایو رو به پایان ببریم و منتظر بشیم جلسه بعد احتمالا بیفته یا توی تعطیلات نوروز و یا بعد از اون، حالا با هم دیگه هماهنگ می‌کنیم. من چشمم گشت توی لیست حاضرین آقای فریدروز فرهنگ هم نبودم زدم که از ایشون برای حسن خدا چیزی بشنوید. به نظرم اگر چیزی نمانده، اگر خود آقای دکتر عطایی بس ندارن غزل از اون رو داشت این سوی رو برای ما بکنن یا دکتر عطایی آب با حرار رست آب بی تو حرام، ما بدون شما برنامه نداریم قربان. اختیار دارید چون به حال حرام نشناسن شراب حرام سلام لطف دارید. یه جورای دو تا کلاس رو یک کلاس کردنه دیگه اگه بخوایم این کارو بکنیم. من اولش گفتم ما اگر وارد این عمر بگذشت بشیم به دومی نمیرسیم. ما گوش نکرد بسیار خوب. حالا به هر حال خسته کننده هم میشه هم برای دوستانی که تشریف دارن هم برای خود ما. هم تازه همون غزل هم کامل نخوندیم، دقت کردید هم بیتای مونده در همین غزل. حالا این غزل مثلا نگاه میکنم بال بکشا و سفیر از شجر توبی زن، حیف باشد چطور مرغی که اسیر قفسه. این خب معنی عرفانی خیلی والایی داره. و همینطور من یه جا خوندم سفیر به معنی جنگل هم هست و حافظ هایی میدونستی که با شجر آورده، چون سفیر معنی سوته دیگه، سوت بزنی یا مثل سوت پرندگان. ولی اینکه سفیر رو با شجر آورده حتما آگاهی داشته. این هم هست معنی مسترمش که معمولا یه پرنده از روی درخت آواز میکنه دیگه. حالا اینکه معنی مسترمش باشه ولی من نمیدونستم سفیر باشه. من اینکه فقط سفیر معنی سوت ها، سوت دادن حالا چه پرنده ها چه این دادن دیگه سوت آواز پرندگان برد بله. یا چه سفیری که برای پرنده ها میزنی جنگل به معنی بیشه و اینها. چه اشارت زیبا و ارتباط عمیقی. کجا خوندم؟ اینم چند چیزی دیدم. حالا خب سهل خان شما قبل از سال نوروز خود ما برنامه خواهید داشت یا نه؟ من میدونم که روزهای نوروز رو میتونم برنامه داشته باشم، یعنی شاد باش بگیم اگه ندیدیم شما رو سالی سرشار از روزهای نو و شیرین داشته باشید همه دوستان. یعنی هم جمعه هفته بعد از یعنی امسال نیست من دقت نکردم. چرا که 19 هم اگه اشتباه نکنم میشه 26 اسفند فکر کنم بتونیم همون یک چهار روز مونده به عید جمعه یا غزل آخرم بخونیم و دیگه در 1400 غزلیات عربی حافظ تمام بشه. فکر کنم تمام میشه. بله بهتر هستش. بله این کارو بکنیم. بس قرار میشه هفته بعد جمعه دم عید ولی یه کاریش میکنیم دیگه. هنوز که 4 روز بوده. ما تعطیلاتمون از 25 شروع میشه تا 6 فروردین. خوبه توی روزای نوروز هم میتونیم به صورت جمع یا به صورت حالا یه حالتی شادتر و مثل غزل خانی بیشتر یه جوری استفاده بکنیم از روزای تعطیلات. من هم دوستان بیشتر فرصت دارن چون قربونش برم دید و بازدید کرونا که دیگه برهم چیز نشد نرفت امسال هم دید و بازدید به اون اندازه نه فقط اون تعطیلات هست هر چقدر برنامه بیشتر بتونیم بذاریم مخاطب بیشتری هست برهم بشه. خیلی عالی ممنونم. از خودتون ممنونم استفاده کردیم. بازگذارم دکتر جان خیلی بزرگواری کردی سهیل جان و از همه دوستان. دست خودتون درد نکنه سلامت باشید. همینطور دوستان عزیز که با ما بودن و تحملمون کردن. خدا حافظ همگی تا هفته دیگه. خدا حافظ شما.